بچه ها بریم به سراغ بقیه قصه‌مون. رادیکال های ما اگه فرجه هاشون یکسان نباشه، ما باید یه قاعده رو بلد بشیم و اینه که موجودی که رادیکالیه میتونه به صورت توانکسری نوشته بشه. یعنی وقتی من دارم ریشه پنجم اینجا دو به توان سه، تو حق داری اینو بنویسی دو به توان سه پنجم. یادت باشه وقتی من دارم اینجا هفت، اینجا ایکس، اینجا چهار، تو حق داری بنویسی ایکس به توان چهار هفتم، البته به شرطی که آ یه عدد مثبت باشه. تبدیل رادیکال به عدد توان کسری، توانگویا، یه چیزیه که همه باید بلد باشن. خب حالا من میخوام با اجازتون از این نکته استفاده بکنم و بریم برای ضرب رادیکال ها وقتی فرجه ها یکسان نباشه. اگه فرجه ها یکسان نباشه ببینیم چجوری میشه این دوتا رو در هم ضرب کرد. دوتا راه وجود داره. راه اول اینه که فرجه مشترک بگیریم. پس روشی وجود داره به نام فرجه مشترک، عین مخرج مشترک. این فرجهش دوه، این فرجهش چهاره. مخرج مشترک دو و چهار رو مگه چهار نمی گرفتیم همیشه؟ پس فرجه مشترک ما چهار میشه. چهار رو بلند کن، به دو این تقسیم کن، میشه دو. اهالی این زیر رو به توان دو برسون، ضرب داره. چهار رو بلند کن، به چهار این تقسیم کن، یک. اهالی این زیر رو به توان یک برسون. ادامه قصه رو گوش کنید. اگه این به توان دو برسه، اتحاد اوله، اتحاد مربع میشه چهار، دومین به توان دو سه، دو برابر این در این چهار رادیکال سه، کنارش هفت منهای چهار رادیکال سه. بچه های زبل، چهار و سه با هم میشه هفت، شد هفت به علاوه چهار رادیکال سه، ضرب در هفت منهای چهار رادیکال سه. اون زیر اتحاد مزدوج نیست، میشه 49 منهای 16 ستا 48 تا. ریشه چهارم یک، جواب یک. پس بچه ها ما دو روش میخواییم به شما یاد بدیم. یه روش اسمش هست فرجه مشترک. پس اگر رادیکال ها فرجه هاشون یکسان نباشه، یک روش فرجه مشترک گرفتن است. روش دیگر رادیکال را به صورت عددی با توان گویا نوشتن است. جالب اینجاست بعضی از تمرین ها با این روش خوب حل میشن، بعضی ها با این روش خوب حل میشن. الان معلم اینو داده بود، گفته بود ضرب کنید. من فرجه مشترک گرفتم. فرجه مشترک رو یه بار یادت بدم. این فرجه دوه، این فرجه چهاره. بین دو و چهار مخرج مشترک مگه چهار نمیشد؟ فرجه مشترک هم چهار میشه. چهار رو تقسیم میکنی به فرجه این که دوه، میشه دو. اهالی این زیر رو به توان دو میرسونی. ضرب داره چهار رو به چهار این تقسیم میکنی، میشه یک. اهالی این زیر رو به توان یک میرسونی. تمام. خب اتحاد اول بودی، بازش کردم، اینم که کنارشه، با هم شدن اتحاد مزدوج. پس هم از این عکس بگیر هم اینو بنویس، این خیلی مهمه. من وای میستم از اینجا تا شما کامل عکس بگیرید. خیلی خب، حالا روش دوم مثلا برای این بسیار سخته. روش دوم یعنی تبدیلش از حالت رادیکالی در آوردن و به صورت توانگویا نوشتن، ولی برای بعضی ها خب آسونتره. الان اینو نگاه کنیم. اولا این دوتا رادیکال رو بیا یه رادیکال کنیم، این دوتا رادیکال رو، سه تا رادیکال رو بیا یه رادیکال کنیم. رادیکالی که میبینی دو، اینم سه، دو سه تا شیش، دو میشه دوازده. این دو پرواز میکنه میخواد بره داخل، میشه دو به توان سه میره بین اینا میشنه. دو به توان سه که بین اینا نشسته به توان دو میرسه، میشه دو به توان شیش میره تو.
یه بار دیگه، دو به توان سه میرسه میشه دو به، الان دو خالیه، به توان سه رسید میره این وسط میشه، میشه دو به توان سه. دو به توان سه به توان دو میشه دو به توان شیش. دو به توان شیش میره اون زیر میشه دو به توان هفت. تقسیم بر نوبت اینه، فرجه ها رو بیا یکی کنیم، این پنج سه میشه پونزده، این هم دو میشه سی. حالا این دوه میخواد بپره تو، دو به توان دو میرسه میره داخل میشه دو به توان سه. فرجه هم که در هم ضرب شد. حالا حق داری فرجه مشترک بگیری مثل روش اول، حق داری بگی نه دو به توان هفت دوازده هم تقسیم بر دو به توان سه سیام. سه سیام، سه سیام هم یعنی یک دهم دیگه، یک دهم. پایه ها برابر است، توان ها از هم کم میشه، مخرج مشترک بلدیم، مخرج مشترک میگیریم، شست میشه مخرج مشترک اینا، میشه پنج هفتا سی و پنج منهای شیش. پس جواب من شد دو به توان بیست و نه شستم، یعنی به معلم تحویل میدی دو به توان بیست و نه شستم. اینم از این، خیلی مهمه، باید کار کنی دیگه، با یه بار نگاه کردن فایده نداره که، هی باید کار کنی ببینی من چه کردم. الان من اینو چه کردم؟ این رادیکال بود، این دو پرید تو شد دو به توان سه، بعد دوباره پرید تو، این سه این دو، دو به توان سه پرید تو شد دو به توان شیش، ضرب در دو که شد دو به توان هفت. این چی؟ این رادیکال بود با فرجه پنج، این هم بود سه، این پرید تو میشه دو به توان دو ضرب در دو که در هم ضرب شد، شد این دو به توان سه، این هم پنج سه تا پونزه دو تا سی. قشنگ پنج دقیقه باید سر این مسئله توی خونه فکر بکنی که چی شد چی نشد، ماجرا چقدر زیبا و به کجا رسید. خب حالا میخوایم اینو تمرین کنیم. چیزایی که گفتیم در مورد رادیکال ها میخوایم تمرین کنیم. بچه برای این منفیش که میاد بیرون، این در واقع میدونی چیه؟ یک دو سه چهار پنج، یعنی ده به توان منفی پنج. خب ده به توان منفی پنج میشه ده به توان منفی یک میاد بیرون دیگه، یعنی جواب مسئله منفی یک به روی ده. اینجا قراره پرواز کنه بره تو، این رادیکال، این رادیکال این پرواز میکنه میشه آ پنج، میره توی آ سه میبینه، با همدیگه میشن آ هشت، این هم که میشه ده. آ هشت بیرون بیا نیست، ولی هشتش با دهش ساده میشه، هشتش با دهش ساده میشه، این میشه پنج، این میشه آ چهار. ببین ما میتونیم اینو به صورت توان کسری هم بنویسیم، نگاه کن، ما میتونیم اینو بنویسیم، همه چی به معلمت بستگی داره و میلش. الان شد پنج دوتا ده، این هم شد آ هشت، میتونی بنویسی آ به توان هشدهم. به معلمت بستگی داره که دلش بخواد توان گویایی تحویلش بدی یا رادیکالی. الان این هیکل داره در این هیکل ضرب میشه، فرجه این دو، فرجه این چهاره، فرجه مشترک چهار، چهار به چهار تقسیم میشه میشه یک، اهالی این زیر به توان یک، ضرب داره چهار به دو تقسیم میشه میشه دو، اهالی این زیر به توان دو. حالا قشنگ فکر کن، شیشه به علاوه چهار رادیکال دو سر جاش بمونه، این اتحادش بهتره که میشه اولی به توان دو، دومی به توان دو، دو برابر اولی در دومی. یعنی یه بچه زبل متوجه میشه اون زیر الان اتحاد مزدوجه. ببینیم این هست شیش به علاوه چهار رادیکال دو، این هم میشه شیش منهای چهار رادیکال دو. بله که اتحاد مزدوجه، میشه اولی به توان دو منهای دومی به توان دو سی و دو، یعنی جواب میشه ریشه شیشم چهار، چهارم که یعنی دو به توان دو.
پس میشه ریشه سوم دو. بعد که خونه باید 10 دقیقه روی این معطل بشی. خوبیه کلاس آفلاین اینه، من میگم رد میشم و تو هی میتونی بزنی فیلم رو عقب ببینی. ببینیم این چی میگه. به رنگ قرمز بنویسم واضح تر باشه. 32 اینجاست، 2 توانشه، اینم فرجش، ضرب داره 1000، این زیره، این توانشه، اینم فرجش. 32 خودش میشه 2 به توان 5، در این میشه 2 به توان 10، 1000 میشه 10 به توان 3، میشه 10 به توان 6، این میاد بیرون میشه 2 به توان 2، اینم میاد بیرون میشه 10 به توان 2. پس تو داری 4 ضرب در 100، جواب این مسئله خوشگل 400. فصل 3 هستیم. 32 رو تجزیه کردم، یعنی باید توی خونه 5 دقیقه 6 دقیقه روی معطل بشی، بعد خودت حلش بکنی ببینی فهمیدی من چیکار کردم. داریم تمرین میکنیم. الان 2 تا رادیکال با فرجه برابر دارن تو هم ضرب میشن، پس فرجه ها یکیه، یه رادیکال میکشن، بعد میرم اینا رو در هم ضرب میکنم، یعنی 7 ضرب در 243 به روی 16 تا A5 ضرب در 14. بیا ساده بکنیم. 7 با 14 ساده میشه، 7 با 14 ساده میشه، میشه 243، هم می نویسمش با عزتون 3 به توان 5 به روی 16، این هم که میشه 2، چون با این ساده شد 2 تا 16 تا میشه 32 تا ضرب در A5. حالا این 3 به توان 5 میاد بیرون میشه 3، 32 هم که 2 به توان 5 میاد بیرون میشه 2، این هم میشه A. جواب این مسئله خوشگل این 3 به توان 5، چون 243 میشه 3 به توان 5. 7 هم که با 14 ساده شد، این 2 هم با این 16 میشه 32. 3 به توان 5 پرید بیرون، 32 2 به توان 5 پرید بیرون، A5 هم پرید بیرون. بعدی 4 در واقع موقعی ضرب میدونی که حسودی نداریم، در ضرب حسودی نداریم، یعنی این دلش بخواد تو این ضرب شه اینا دیگه صداشون در نمیاد، این در این ضرب شه میشه ریشه سوم 4 2 تا. حالا تو چی داری اینجا؟ 2 به توان -5 2. بچه زبل میدونه توان منفی وقتی دیدی برعکس میشه میره پایین، ضرب داره 2 به توان -3 دیدی میره پایین، میشه 2 به توان 3. 4 2 تا که میشه 8، 4 2 تا میشه 8، 8 هم یعنی 2 به توان 3 میاد بیرون، میشه 2 خالی. ضرب داره 1 به روی این 2 به توان، صورت ها در هم ضرب شه، مخرج هم در هم، پایه ها برابر توان ها جمع شه، 5 2 و 6 2 میشه 11 2. پس تو داری در واقع 2 تقسیم بر 2 به توان 11 2، یعنی 2 به روی اینه دیگه میشه تقسیم، پس پایه ها برابر توان ها از هم کم میشه، میشه 1 منهای 11 2، یعنی میشه -9 2. خب یه بچه زبل میدونه این 1 به روی 2 به توان 9 2 که میتونه اینو بنویسه رادیکال 2 اینجا 9 اینجا 2. حالا 2 به توان 9 خودش 2 به توان 8 ضرب در 2ه، پس میاد بیرون 2 به توان 8. 2 به توان 8 بیاد بیرون میشه 2 به توان 4. 2 به توان 4 یعنی 16. یه چی جا موند؟ این جواب این هیکل اینه.
حالا یکی میگه جاماسبی یه راه دیگه هم برو به صورت توان گویایی بنویس. باش، این در واقع دو به توان چیه؟ دو سوم. این چیه؟ دو به توان یک سوم. یعنی همه بگن دو به توان دو سوم ضرب داره، دو به توان منفی پنج دوم ضرب داره، دو به توان یک سوم ضرب داره، دو به توان منفی سه. پایه ها برابره؟ توانا رو با هم جمع کن. یعنی بگو دو سوم با یک سوم چه سه سوم، یعنی یک. یک منهای سه چه منفی چار، منفی چار یعنی منفی هشت دوم، پایه میشه منفی سیزده دوم. منفی سیزده دوم. پس در واقع جواب مسئله من اینه. حالا معلم شاید همین رو قبول کنه، شاید هم بگه نه دو به توان چهار باید یکی در بیاد، دوتا راه من میرم، دو سوم با یک سوم میشه سه سوم یعنی یک، یک منهای سه منفی دو، آها منفی دو میشه منفی، خدمتتون عرض کنم، منفی دو، منفی دو یعنی منفی چهار میشه منفی نه دوم. شاید معلمت همین رو قبول کنه، شاید هم بگه نه تبدیلش کن، چه یک به روی دو به توان نه دوم و بعد دوباره باز میشه رادیکال دو، اینجا نه، اینجا دو، به همین میرسیم. این راه اول، این راه دوم، کدومش رو دوست داری؟ به خودت و معلمت ربط داره. الان بچه زبل طبق درسی که من دادم میدونه این میپره بیرون میشنه تو قدر مطلق، پس جواب این مسئله پنج تمام شد. هشت دو یک به توان سه چهارم معنیش یعنی چی؟ هشت دو یک این زیره، سه اینجاست، چهار اینجا، هشت دو یک خودش میشه سه به توان چهار، سه به توان چهار به توان سه برسه میشه سه به توان دوازده، اینم به این تقسیم میشه، میشه سه به توان سه. جواب این مسئله خوشگل 27. چقدر میخوای اینا رو کار کنی خود دانی. بچه دو تا رادیکال داره در هم ضرب میشه، فرجه هاش هم برابر نیست، من میخوام فرجه مشترک بگیرم، فرجه مشترک رو میگیرم 6، 6 به 6 1، اهالی این زیر به توان 1 ضرب داره، 6 به 3 2، اهالی این زیر به توان، خب این مسئله من به این صورت بوده که این 6 اینم 6ه. عزیزان صورت مسئله رو اصلاح میکنم، این تقصیر تایپیستم بوده، تقصیر من نبوده، لطفاً این 3 رو پاکش بکنید، بکنید 6، اینم 6ه، یعنی فرجه ها برابره. فرجه ها وقتی برابره یه رادیکال رو می نویسن، اهالی زیر رو در هم ضرب می کنن. حالا این زیر تاد مزدوجه میشه 36 منهای 4 افتا 28 تا، 28 با این 8 فاصله داره، 8 هم خودش یعنی 2 به توان 3، 3 با 6 ساده میشه، میشه رادیکال 2. جواب این هیکل. اینم از این. قبلیه رو حس کردم یکم تند گفتم، یه بار دیگه میگم، دو تا راه داره این. راه اول این دوتا تو هم ضرب شدن شد ریشه سوم چهار ضرب در دو، این دوتا هم در هم ضرب شدن اصلا بردمش پایین، حالا تو دوست نداری ببری پایین، از راه قرمز رنگ برو، راه قرمز رنگ به نظرم برات بهتره. چهار یعنی دو به توان دو سوم، اینم این، اینم این، اینم این، میل خودته، من باید راه های مختلف رو بهت بگم. پایه ها برابره، بچگی خوندیم در ضرب یه پایه رو می نویسیم، توانا رو با هم جمع میکنیم، من توانا رو با هم جمع کردم شد منفی نه دو. شاید معلمت همینجا نمراتو بده، شاید هم بگه نه خوشگل ترش کن. خب این عدد یعنی چی توان منفی داره؟ میره مخرج دیگه.
خب این موجود توان کسی یعنی چی؟ یعنی رادیکال بوده. بعد 2^9 خودش تجزیه میشه، 2^8 میاد بیرون، میاد بیرون میشه 2^4 یعنی 16. میدونم توی خونه بهترین کار اینه که اول با چشم ببینی من چیکار کردم، بعد خودت مجدد اونو حل کنی. اون خیلی مهمه، موقع حل میبینی نمیتونی حل بکنی، دستت با مغزت همخونی نداره، در حالی که وقتی از رو میخونی میگه آها فهمیدم، آره فهمیدم چیکار کرد. خب حالا بذار کنار، خودت ببین میتونی حلش کنی. خب من الان بچه ها دو تا رادیکال دارم که فرجه هاشون برابر نیست، اینجا فرجه مشترک میگیرم، 6 به 3 تقسیم میشه، میشه 2. اهالی این زیر به توان 2. 6 به 6 تقسیم میشه، میشه 1. اهالی این زیر به توان 1. حالا برو اینجا اتحاد بازی بکن، میشه 3 به علاوه 1 به علاوه 2 رادیکال 3، کنار دستش اینم این. حالا اگه زبل باشی که هستی، میبینی این زیر اتحاد مزدوجه، چرا؟ چون اینم هست 4 به علاوه 2 رادیکال 3، اینم هست 4 منهای 2 رادیکال 3، در هم ضرب بشه اتحاد مزدوج میشه 16 منهای 12 و 16 منهای 12 میشه 4. 4 هم خودش میشه 2^2، 2/6 با این ساده میشه، میشه ریشه 3/2. شاید معلمت بگه این شکلی بنویس، من چه میدونم، شاید معلمت بگه نه همین شکلی خوبه، بستگی داره به نظر معلمت این یا این. خب الحمدلله اینا رو هم گفتم، کلاس آفلاینه، تو همه اینا رو قشنگ میتونی چندین بار بخونی. بچه هر وقت موجودی تواندار داشتی، پایه ها یکسانه دیگه، الان ها پایه ها یکسانه. خب 2^8 از 2^5 مقدارش بیشتره، خوب گوش کن. اما اگه پایه ها یکسان باشه، ببین هر وقت پایه ها یکسان باشه دو حالت داره، این پایه 2 الان از 1 بیشتره، ولی در اینجا نگاه کن از 1 کمتره. میخوام یه نتیجه‌گیری کلی بکنم تو مخ دیگه عمر. 2^2 با 2^3 رو بیا مقایسه کنیم. 2^2 میشه 4 2 ممیز، اما این میشه 8000. کوچولو شد، این 400مه، این 8000مه. چه نتیجه میگیری؟ فکر نکن هر کی توانش گنده تره پس اون عدد گنده تره، فکر نکن هر کی توانش گنده تره پس اون عدد گنده تره. این درسته به شرطی که پایه از 1 بیشتر باشه. اگر پایه از 1 بیشتر باشد، بگو اگر پایه از 1 بیشتر باشد، مثل این 2 پایه، عددی که توانه عدد با توان بزرگتر بزرگتر است. بگو اگه پایه ها با هم برابر باشه، اونی که توانش گنده تره این عدد از این عدد گنده تره، ولی اگر عدد از 1 کمتر باشه، حرفمو برگردوندم، اونی که توانش کوچکتره گنده تره. الان این گنده تر از اینه، همه میدونن 400م از 8000م بیشتره. پس جملهمو بگو، اما اگه پایه از 1 کمتر باشه، عدد با توان بزرگتر کوچکتر. اینو بکن تو مخت. الان 7م از 1 کمتره، این خیلی بدبخت و کوچولوئه، این گنده تره. وقتی این پایه منفیه، خوب گوش کن، این به توان 6 برسه یه عدد مثبت میشه، این به توان 6 برسه یه عدد مثبت میشه، ولی این به توان فرد برسه یه عدد منفی میشه، و همیشه یه عدد مثبت از یه عدد منفی بزرگتره. همیشه یک عدد مثبت
از یک عدد منفی بزرگتره. خب این خیلی واضحه. نوبت اینه. الان ولی وضع فرق میکنه. الان وضع فرق کرد. هم این منفیه هم این منفیه. یه سوالی ازت دارم. منفی 20 بزرگتره یا منفی 3؟ منفی 20 بزرگتره یا منفی 3؟ خب معلومه منفی 3. پس زبر این یه عدد منفی خیلی گنده. پس این گنده تره. به خاطر این قصه بین منفی 20 و منفی 3 بگن کی گنده تره، میگی منفی 3. اونی که به نظر میاد کوچولوه، مثلا 8 بوی 8 میاد، این 2 به توان 17، ولی بسیار بسیار عدد کوچیکیه و این عدد بزرگتره. پس بچه ها اگر مروری بکنیم، اگه پایه ها برابر بود، به شرطی که یک بیشتر باشه، اونی که توانش گنده تره گنده تره. اما اگه عدد پایه ما از یک کمتر بود، ولی مثبت باشه ها، مثبته، از یک ولی کمتره، اونی که توانش کمتره گنده تره، اونی که توانش بزرگتره کوچکتره. اینا رو باید مرور کنیم. نکته بعدی اینه که هر عدد مثبتی از عدد منفی بزرگتره. اما اینجا رسیدیم. من با دو عدد منفی سر و کار دارم. اینجا با دو عدد منفی سر و کار دارم. چون در نهایت این به توان فرد برسه منفی منفی میمونه. به توان زوج برسه منفی مثبت میشه. میخوام راجع به این بحث کنم. این عدد منفیه. این عدد منفیه. 3 به توان 5 هم فکر کنم میشه 243. میخوام خودت نتیجه‌گیری بکنی. 3 به توان 5 میشه 243. یه ممیز داره میشه 5 ممیزه. این عدد. این به توان 3 برسه میشه 27. یه ممیز داره به توان 3 برسه میشه 3 ممیزه. الان در حالت عادی 27,000 با 243 10,000 منفیشو نذاشتم. میخوام فکر بکنی. الان این 27,000 یعنی بهت بگن 0.01. خب معلومه 0.01 بیشتره. پس معلومه این از این بیشتره. ولی وقتی منفی کنارش میاد کمتره. اینا رو باید قشنگ تحلیل بکنی و بفهمی. 3 به توان 5 شد 243 با 5 تا ممیز. 3 به توان 3 شد 27 با 3 تا ممیز. اول بی خیال منفی بشو. خب 27,000 گنده تره. 27,000 از 0 ممیز 2 تا 0 243 این 243 10,000 خیلی عدد کوچولویه. ولی وقتی منفی میذاری پشتشون قصه برعکس میشه. این گنده تر میشه. خونه باید تمام اینا رو تحلیل کنی. الان راجع به این تحلیل کنیم ببینم. الان قصه رو من فهمیدم. وقتی عدد منفیه پایه ها یکیه ها. وقتی عدد منفیه و عدد عددیه که خودش از یک کمتره، اونی که توانش گنده تره گنده تره. برای تحلیل این موضوع برات مثال میزنم بفهمی. مثلا برای اینکه قشنگتر بفهمی، من 0.2 دارم به توان 5، منفی 0.2 دارم به توان 3. این 2 به توان 5 میشه 32 با 5 تا ممیز. منفیشو در نظر نگیر. 2 به توان 3 میشه 8 با 3 تا ممیز. خب این خیلی گنده تر از اینه. این خیلی کوچولوه. ولی الان این گنده تره. اینو بکنین تو مخمون. وقتی عدد منفیه و خود اون عدد زیبا از یک کمتره، اونی که توانش گنده تره گنده تره. وقت میخواد توی خونه باید اینا رو حسابی کار بکنی. الان
بین این دوتا منفی رو در نظر نگیری، این گنده تر از اینه، اما الان این گنده تر از اینه. بچه ها رادیکالی ها رو بخواییم با هم مقایسه کنیم. یکی از میگه من حدودی بلدم، این یک و چارده همه، این یک و هفته همه، پس این گنده تره. میگم حالا اگه حدودی بلد نبودی چی؟ فرجا برابر باشه؟ اونی که زیرش گنده تره گنده تره. فرجا برابر باشه؟ اونی که زیر رادیکال گنده تره گنده تره. وقتی تو با عدد منفی سر و کار داری باید مراقب باشی. این عددیه که میاد بیرون. این عدد منفیش میاد بیرون. هزار بار گفتم امروز. میشه این. اینم این. منفی و بیخیال شو. حرفی که جاماسپی گفت و بگو. منفی و بیخیال شو. فوجا برابر باشه اونی که زیرش گنده تره گنده تره. حالا وقتی منفی باشه حرفم عوض میکنه. زبل، اینا رو باید 600 بار بخونی تا بفهمی چی گفتم. منفی و بیخیال شو. اونی که وقتی فوجا برابره، اونی که زیرش گنده تره گنده تره. اگه منفی بود حرفمو عوض میکنم، کوچیکتر میشه. در این مورد چی؟ وقتی که عددت کسری باشه بس فرق میکنه، یعنی از یک کمتر باشه قصه فرق میکنه. الان بچه ها وقتی بهتون میگن خوب گوش کنید، یک چهارم، بعد میگن یک نهم، اینجوری مثال زدم بفهمید. یک چهارم جزش خداوکیلی بلدیم، یک دومه. این چیه؟ یک سومه. یک دومه ککو بهت بدن سهمت بیشتره یا یک سومه ککو بهت بدن سهمت بیشتره؟ خب معلومه یک دوم از یک سوم بیشتره. پس بکنیم اونو تو کلمون. قصه ای که الان جاماسپی گفت برای فرج برابرا، برای وقتی بود که عدد از یک بیشتر بود. اگه عدد از یک کمتر باشه قصه برمیگرده. یعنی یه نهم یک چهارم، یه چهارم کوچولوتر از یه نهمه، یک چهارم از ببخشید یک چهارم از یک نهم گنده تره، جذرش هم گنده تره. یک چهارم یک نهم. الان بگید ببین، من مثالی رو زدم که تو جذرش رو بلد باشی. الان جذر اینو بلد نیستی، درنتیجه اینو بعد اول یاد بگیری. الان جذر یک چهارم میدونی یک دومه، جذر یک نهم میدونی یک سومه. اینو قانع هستی که یک دوم از یک سوم بیشتره؟ پس باید قانع بشی که یک چهارم زیر رادیکال از یک نهم زیر رادیکال بیشتره. زیر رادیکال گنده تر باشه، یک چهارم گنده تره دیگه، حاصلش هم گنده تره. الان میتونی من بگی یه پنجم کک بیشتره یا یک هشتم کک بیشتره؟ یه پنجم کک رو به من بدن سهمم بیشتره تا یک هشتم کک رو بدن. پس یه پنجم بیشتره، پس در نهایت جذرش هم بیشتره. یک چهارم از یک نهم بگو بیشتره، پس جذرش هم ازش بیشتره. یه دوم از یک سوم بیشتره، پس هر وقت زیر رادیکال نگاه کن یه پنجم، یک هشتم کدوم گنده تره؟ یه پنجم، پس رادیکالش هم گنده تره. مثال هایی که من میتونم واسط واضح بزنم، میام این ور تخته میزنم تا دقیق تر متوجه بشی. حالا منفی داره، این در واقع منفی میاد بیرون بعد قضاوت میشه. این 32 اینجا مربع، این منفی هم میاد بیرون حالا قضاوت میشه. بچه منفی و بیخیال چین. فرجه ها برابر باشه اونی که اون زیر گنده تره گنده تره. یعنی این بدون در نظر گرفتن منفی از این گنده تره. حالا که منفی حرفم عوض میشه، اینجا این منفی میاد بیرون میشه منفی مثبت ریشه سوم 7. اینم منفی میاد بیرون زیر رادیکال اونی که گنده تره، رادیکالش هم گنده تره. خدمتتون عرض کنم اینا رو عکس بگیرین ازش، میرم کنار.
میام جلو. خوبی آفلاین اینه که چندین و چند بار میتونی اینا رو ببینی. خیلی خوب. حالا بچه ها اگه به جزوه‌تون نگاه بکنید میبینین رسیدیم به جایی که داشتیم اول زنگ عبارات رو با هم ساده میکردیم و رسیدیم به گویا کردن مخرج کسر. آدرس میخواین، صفحه میخواین. الان پس وصل شدیم به همون جایی که داشتیم شروع کردیم، یعنی به اتحادها ربط وصل شدیم که اتحادها رو سر کلاس همه رو گفتم، بعد تجزیه هم گفتم خدمت نرس کنم، بعدش باز ورق میزنیم. امروز هم که ساده کردن صورت و مخرج کسر رو گفتم، میرسیم به آخرین حرف، گویا کردن مخرج کسر. بچه هر وقت توی کسری تو مخرج رادیکال بود باید نابودش کنیم. هر وقت توی کسری توی مخرج رادیکال بود باید نابودش کنیم. برای نابود کردن حالتهای مختلف داریم. الف به جیم دال بسد کردم. الف، اگه در مخرج رادیکالی تنها با فرجه دو دیدید، برای گویا کردن باید در عین رادیکال مخرج ضربش کنی. ضریبش رو به خیال. میدونی که رادیکال 7 ضرب در رادیکال 7 میشه 7. پس 5 ضرب در 7 آزاد شد. یعنی هورا، یعنی ما به پایان رسیدیم. پس آنگاه صورت و مخرج را در عین رادیکال مخرج ضرب میکنیم. این از این. یه رادیکال به تنهایی، یه رادیکال به تنهایی، پس در عین خود رادیکال ضربش میکنیم. اون موقع چی میشه؟ مخرج تو مخرج آزاد میشه، میشه x منهای 2 صورت این. هورا، از شر رادیکال در مخرج خلاص شدن رو میگن گویا کردن مخرج کسرها. گویا کردن مخرج کسرها. هرگاه در مخرج رادیکالی تنها با فرجه دو دیدید، بفرمایید در عین رادیکال مخرج ضربش میکنیم. اون موقع این توی اینجا میگن رادیکال 5 ضرب در رادیکال 5 میشه 5. اینا پرید بالا. خیلی خوب، زیراشو در هم ضرب میکنیم، میشه x2 منهای 4x به علاوه 3. الف تموم شد. گویا کردن مخرج کسرها. این از الفش. اما ب چی میگه؟ ب میگه اگه در مخرج رادیکالی تنها با فرجه غیر دو دیدید. زبل، فرجه نگاه کن غیر دوه. صورت و مخرج رو باید در چی ضرب کنیم؟ بد یاد میدم. همون رادیکال، همون فرجه، همون پایه، توان تفاضلی. توان یک، پنج منهای یک، چهار. توان تفاضلی. پس اگه در مخرج رادیکالی تنها با فرجه غیر دو دیدید، باید صورت و مخرج را در همان رادیکال مخرج با توان تفاضلی ضرب کنیم. با توان تفاضلی ضرب کنیم. بچه ها یعنی بگی توان این هفته چنده؟ یک، پنج، منهای یک، تفاضل یعنی تفریق، میشه چهار. حالا بیا خوشحالی کنیم، چون این تو این ضرب شه میشه و بعد آزاد میشه پس ما به پیروزی رسیدیم و هفت به توان چهار هم نمیخواد حسابش بکنیم. چرا به پیروزی رسیدیم؟ چون از شر رادیکال در مخرج خلاص شدیم. پس بچه زبل اینو بگه، اینو میام ضرب در رادیکال با فرجه 3 x رو می نویسم، توان تفاضلی 3 منهای 1 2. حاصل چی میشه؟ خودت بگو. این میشه ریشه سوم x و بعد آزاد میشه و میاد بیرون. بعد یه رو شانس خوب ما با صورت رفت دیگه، انقدر راضی به زحمت نبودی ولی رفت و جواب ریشه سوم x2. دوست من، عزیز من، 125 میدونی یعنی 5 به توان 3 یا نمیدونی؟ بیا گویا کنیم،
ضرب داره چی کنیم؟ همون رادیکال پنج با توان تفاضلی یعنی یک. با این ابتکار مخرج من میشه ریشه چهارم پنج. اینم که از 15، اینم که آزاد شد، با 15 ساده میشه شانس خوب ما و جواب میشه 3 ریشه 4 5. خیلی باید کار کنی اینا رو. 3 ریشه 4 5. اما حالت سوم، اگه تو مخرج 2 رادیکال فرج 2 یا رادیکالی فرج 2 به همراه جمع و تفریق با عددی دیدید، من میخوام بگم بچه ها فرج 4 هم باشه همینه، فرج زوج باشه، حالا با 2 چون سال دهمی با 2 فقط بهت میگیم، ولی من دلم میخواد حقیقت رو بهت بگم. با فرجه زوج هر وقت در مخرج 2 رادیکال با فرجه زوج یا رادیکالی با فرجه زوج به همراه جمع و تفریق با عددی دیدید، در مزدوجش باید ضربش بکنید، در مزدوجش باید ضربش بکنید. اینو همتون بلدید، نمیدونم چطور اینو همه بلدن. مزدوج یعنی این بچه به علاوه، اینم بشه به علاوه. حالا اتحاد مزدوج رو مثلا همین روزا گذاشتن، این زبدنی میشه اتحاد مزدوج، میشه 4 5 20 منهای 3، بالا هم هست 3 در 2 رادیکال 5 به علاوه رادیکال 3، 20 منهای 3 هم میشه 17، 2 رادیکال 5 به علاوه رادیکال 3. از شر رادیکال در مخرج خلاص شدیم. پس جزوش چی میشه؟ هر وقت 2 رادیکال فرج زوج در حال جمع یا تفریق یا یه رادیکال فرج زوج با یه عدد در حال جمع و تفریق دیدین، باید صورت و مخرج را در مزدوج مخرج ضرب کنیم. مزدوج مخرج یعنی علامت هرچی هست تو لج کنی عوضش کنی. ببینم اینو فهمیدی؟ این چی میشه؟ بله، ضرب داره 4 رادیکال 2 به علاوه 1، 4 رادیکال 2 به علاوه 1. ادامه یه قصه چشم. مخرج اتحاد مزدوجه 16 2 تا 32 منهای 1 و 32 منهای 1 هم میشه 31. آیا خوشحال نیستی؟ چرا؟ چون در مخرج دیگه رادیکال نداریم. فقط یاد باشه به شما همیشه با فرجه 2 میدن، اما که فرجه 4 هم باشه همینه قصهش، ولی به شما همیشه با فرجه 2 میدن عزیزم. و اما این، بیا صورت و مخرج رو در مزدوج مخرج ضرب کنیم، یعنی 2 رادیکال x به علاوه 1، 2 رادیکال x به علاوه 1. مخرج رو به پایین میشه 4 تا x منهای 1، این هم که از x منهای 1 ضرب داره 2 رادیکال x به علاوه 1. خلاص، اینم حالت دیگه. 100% سوال امتحان میاد، به خصوص این آخری واسه تون دال، برای بچه سال دهم این داله خیلی مهمه. اما اگه بچه در مخرج چهارمی حالت شما دیدین رادیکال با فرجه 3 یا 2 رادیکال یا 1 رادیکال با یه عدد، به شرطی که فرجه 3 باشه، تکرار میکنم، فرجه 3 باشه، باید از اتحاد چاق و لاغره استفاده کنیم. اتحاد چاق و لاغره چی بود؟ آ به علاوه ب در آ دو منهای آ ب به علاوه ب دو میشه آ سه به علاوه ب سه. اگه آی به علاوه ب دادند، اگه آی به علاوه ب دادند در مخرج، در مخرج اگر آی به علاوه ب دادند، ما در ستایه ضربش میکنیم، ما صورت و مخرج را
در ستایه ضرب میکنیم. اگه ستایه رو دادند ما در دوتایه ضربش میکنیم. ببینیم یعنی چی این جملات زیبا، یعنی چی. عزیزای دل، عزیزای دل، همتون اتحاد چاق و لاغر بلدین. یه دوتایی داره یه ستایی، بگو خب. یه دوتایی داره یه ستایی، بگو خب. اگه دوتاییه رو دادن در اون ستاییه ضرب میکنی. اگه ستاییه رو دادن تو تمرینات پایین تر میبینیم در دوتاییه ضرب میکنیم. الان چند تایی دادن؟ دوتایی دادن، پس باید در یه ستایی ضربش کنیم. ستاییه، ستاییه رو بلدی؟ اولی بتوان دو، ضربشون با علامت مخالف. دومی بتوان دو، اولی بتوان دو، چهار، ضربشون با علامت مخالف، ستاریش سوم دو، اینم به توان دو، بگو اولی به توان دو، ضربشون با علامت مخالف، دومی به توان دو. حالا که چی؟ حالا که چی نداره؟ حالا مخرج تو مخرج میشه اتحاد چاق و لاغر آسه علاوه بسه، یعنی این به توان سه دو به علاوه این به توان سه 27. صورت هم حسابی گن زدیم رفت، ولی مهم نیست که بعد خوشحالی میکنیم. 2 به علاوه 27 هم میشه 29. چرا خوشحالی میکنیم؟ چون دیگه در مخرج رادیکال وجود نداره. این شد جواب ما. پس بچه های زبیل، اگه دوتایی دادن ما تو ستایی ضربش میکنیم، ستایی دادن که معمولا نمیدن ما دو دوتایی ضربش میکنیم. الان اینو یه گویا کن، سوال امتحانت اومده. بیا دوتایی داده، پس باید ضرب در یه ستایی کنی. ستایی از کجا؟ از اونجاست. اولی به توان دو میشه ریشه سوم نه. ضربشون با علامت مخالف ریشه سوم 15. دومی به توان دو ریشه سوم 25. صورت هم همین باشه. ریشه سوم نه، ریشه سوم 15، ریشه سوم 25. حالا این تو این ضرب شه چی میشه؟ میشه اتحاد چاق و لاغره. میشه اتحاد چاق و لاغره. یعنی اولی به توان سه سه، دومی به توان سه 5. صورت هم حسابی گند خورده رفته، ریشه سوم اینو خیلی زشت شده، جهنم. مهم اینه سه و 5 با هم میشه 8. خلاص دیگه مخرج من عدده. بریم واسه این بازم دوتایی داده، بریم در یه ستایی ضرب کنیم. چه ستایی؟ اولی به توان دو میشه x منهای 1 به توان دو، ضربشون با علامت مخالف دو تا ریشه سوم x منهای 1. دومی هم به توان دو میشه 4. هم صورت هم مخرج. چه اتفاقی میفته؟ مخرج تو مخرج میشه اتحاد چاق و لاغره، میشه x منهای 1 منهای 8. صورت x منهای 9 در کل اون قصه. x منهای 9 مخرج با x منهای 9 صورت میره و جواب نهایی میشه همونی که تو صورته، یعنی ریشه سوم x منهای 1 به توان 2 به علاوه 2 تا ریشه سوم x منهای 1 به علاوه 4. این شد جواب نهایی. چطورین؟ درسم تموم شد. گویا کردن مخرج کسرها تموم شد. چند حالت داشت؟ 4 حالت. تو رو خدا این رو به سال 11 و 12 به خود بیاری بالا. سال 10 پای است. این یعنی چی؟ یعنی به همه چیزایی که گفتیم در 10 تو 11 و 12 احتیاج داریم. چجوری بهت بگم وقتی نمیدونی 11 اون چیه 12 اون چیه؟ یعنی مثلا مبحث حد دو از دست میدی سال 11 هم. چرا؟ چون طرف بلد نیست رادیکال تو مخرج گویا کنه. خنده دار نیست؟ اتحادش ضعیفه. خب تو لوگاریتم اذیت میشه. تجزیه بلد نیست.
تو مشتق گیری اذیت میشه. یعنی از خود اینا دیگه سوال نمیاد، اینا میشن دو تا چارتایی که حرفای توپل و گنده تر سالهای آینده به این حرفای ریزه پیزه احتیاج دارن. نه اسمش از حرفای ریزه پیزه ولی پایه. بیا چند تا تمرین بکنیم و بعد خدافظی. الان اینو دادن گفتن گویا کن. چهار حالت جاماسبی یاد داد. این حالتی که دوتاییه پس بعد در مزدوج ضرب بشه. یعنی در دو به علاوه رادیکال هفت، دو به علاوه رادیکال هفت. پس مخرج میشه چهار منهای هفت. اگه دقت بکنید چهار منهای هفت میشه منفی سه و با سه صورت میره. و وقتی با سه صورت رفت یه منفی به جا میمونه. خب به خاطر یه منفی که مخرج رو نمی نویسن، منفی رو اثر میدن تو صورت. انگار بگم پنج تقسیم رو منفی یک، خب میگیم منفی پنج دیگه. منفی رو اثر میدیم تو صورت. عزیزای دل، 16 از دید من 2 به توان 4ه. پس گویا کردن رو جماسپی یادم داد، گفت باید ضرب بکنیم در رادیکال، همون رادیکال با توان تفاضلی. 5 منهای 4 1. پس پایین میشه ریشه 5 2 به توان 5. اینم که اینه بچه، خلاص این میاد بیرون، صورت هم شد این، گویا شد. این حالتیه که باید از اتحاد چاق و لاغره استفاده بکنیم. دوتایی رو دادن، در یه ستایی باید ضرب کنیم. اولی به توان 2، ضربشون با علامت مخالف، اینم به توان 2. حالا اگه دقت کنی تو مخرج اتحاد چاق و لاغره است، میشه منهای 8. صورت هم که حسابی توپل و بد قیافه شده. جواب آخر ما اینه. امیدوارم کامل همه اینا رو خونه کار کنی، تمرین کنی. این مثال 5 بود. یه 6 و 7 هم دارم، 3 تا و 3 تا 6 تا. 6 تا دونه داریم تا خدافظی. ببینم من چون وقتشو دارم، میخوام با اینکه کلاس آفلاینه ولی بالاخره تو اینو خواهی دید دیگه، همینجا سب کنم ببینم تو میتونی اینو گویا بکنی. داریم تمرین میکنیم دیگه، گویا کردن مخرج کسرا. سوال 100% امتحانتون. بسیار خوب، چون میدونم از چاق و لاغره استفاده میکنی، گفتی اولی به توان 2 ضربشون با علامت مخالف، دومی به توان 2، هم تو صورت هم تو مخرج. بعد گفتی مخرج تو مخرج میشه اتحاد چاق و لاغره، اولی به توان 3 دومی به توان 3. صورت هم که یه 13 داریم، یه 13 داریم در ریشه سوم 25 علاوه 2 تا ریشه سوم 5 علاوه 4. دقت کردی 58 میشه 13؟ خب بعد 13 با 13 میره و جواب ما ریشه سوم 25 علاوه 2 تا ریشه سوم 5 علاوه 4. طرز خوندن رو دقت کن. اینو چک کنم روش فکر کن، اینو چک کنم روش فکر کن، اونو چک کنم روش فکر کن. بله که در مزدوج ضربش کردی، مخرج رو نگاه، رادیکال آ به علاوه رادیکال ب، رادیکال آ به علاوه رادیکال ب. از شر رادیکال تو مخرج خلاص شدیم، شد آ منهای ب. صورت هم شد اتحاد اول، که شرط ادب بازش کنی. با اینکه برای ما مخرج ملاک بود ولی زشته دیگه همجور. چی چطوری؟ اینو میگفتم. حالا اومده انتر در یه ستایی داده، پس ما باید در یه دوتایی ضرب کنیم. خیلی کم پیش میاد این شکلی بده معلم. در یه دوتایی یعنی جزر این، جزر این با علامت مخالف. جا
جان تو الان این به توان دو اینه، ضربشون با علامت مخالف اینه، اینم به توان اینجا سب کن، این به توان است، اینم منهای یک. بچه ها این منهای یکه. یا اینو باید منفی کنم یا اینو. بچه ها اینو منفیش کنید. این منهاست. این منهاست. این منهاست. پس در نیچه مال من این میشه. در این باید ضربش کنی. اولی به توان دو. دومی هم به توان دو. نه بذار همون که بود بود. همون که بود بود خوب بود. صبر کن. همون که بود بود. ببین. الان من اگه اینو بنویسم ریشه سوم x منهای یک، غلط نیست، ریشه سوم x منهای یک، اولی به توان دو، دومی به توان دو، ضربشون به علامت مخالف، درسته. صورت و مخرج رو در این ضرب کنی، در یه ستایی ضرب کرد، ستایی داده بود، در یه دوتایی ضرب کردم، مخرج میشه اولی به توان سه، اینم به توان سه. مثال هفت آخرین تمرین ماست. آهان گفته بودم فرج زوج، بیا اذیتت خواستم بکنم، فرج زوج دادم، بیا فرج زوج دادم، برو ببینم اینو چه میکنی، روش فکر کن. الان طبق قصه فرج زوج باید در مزدوج ضربش بکنی دیگه، یعنی باید ضرب بکنی در ریشه چهارم ب به علاوه یک، ریشه چهارم ب به علاوه یک. خب بعد حاصل چی میشه؟ مخرج میشه اولی به توان دو رادیکال ب، پس اب این نرفت، بالا میشه این. حالا باید یه نفس عمیق بکشی دوباره گویا بکنی، یعنی دوباره ضرب داره؟ بله. رادیکال بیه؟ بله. یعنی دوباره عمل گویا کردن بعد انجام بشه؟ بله. اون موقع حاصل مخرج تو مخرج میشه به منهای یک، صورت هم حسابی زشت شده، این در این، این جواب نهایی ماست. پس اگه فرج زوج باشه بازم در مزدوج باید ضربش بکنی. دومی که خیلی آسونه، دومی که خیلی آسونه، در مزدوج ضربش میکنیم، رادیکال x به علاوه رادیکال y، رادیکال x به علاوه رادیکال y، اما تو مخرج x منهای y که ایجاد میشه به سلامتی با x منهای y که توی صورت قرار داره خواهد رفت و جواب ما رادیکال x به علاوه رادیکال y. ببینم کسی میتونه اون سومی و پایینیه رو وحشیه رو به عنوان آخرین تمرین ما حل بکنه. ستاییه ولی چاقلاغره نیست. نمیشه در دوتایی ضربش کرد. به عشق چاقلاغره. به عشق چاقلاغره نمیشه. چون ستایی که اینجا میبینی کافیه در این ضربش چاقلاغره میشه. ولی نمیشه. اینو میدونی باید چیکار کنی؟ رو باید کلک بزنی و بگی یک به علاوه رادیکال دو رو مثلا میگیرم یک دونه پرانتز، یعنی یه جمله، اینم یکی، پس ضرب میکنم در مزدوجش، یعنی در یک به علاوه رادیکال دو منهای رادیکال سه. فهمیدی شد؟ این دوتا رو با هم گرفتیم در مزدوج ضربش کردیم. حالا مخرج میشه اولی به توان دو، دومی به توان دو هم که میشه منهای سه. صورت هم هست یک به علاوه رادیکال دو منهای رادیکال سه. اتحاد این به ترکه میشه یک به علاوه دو به علاوه دو رادیکال دو، این هم که منهای سه عزیز من، این هم که از یک به علاوه رادیکال دو منهای رادیکال سه. یعنی قربونتون برم دو با یک سه با این سه میره، میشه دو رادیکال دو، بالا یک به علاوه رادیکال دو منهای رادیکال سه. دوباره یه نفس عمیق میکشی به افتخار اینکه این یه رادیکاله، حالت الفه، ضرب در رادیکال دو میشه و در نهایت جواب پایانی
میشه دو، با اون میشه چهار و این بالا هم رادیکال دو در این هیکل. مطمئنم ما هر سال با بچه های دهم همیشه یک کلاس رو داریم، اینا قوی ترین بچه های ما میشن در دوازدهم، اونایی که حرف گوش میکنن. الان تو وضعیت کرونا، وضعیت مجازی، مدرسه برو نرو، مواظب خودت باش. سال دهم رو خیلی بپا. این درد دل بچه های یازدهم دوازدهم دارم بهت میگم که دلشون میخواد هق هق گریه بکنن برگردن میگن دهم رو درست یاد بگیریم. فصل سه به پایان رسید. دو زنگ امروز خدمتتون گفتم، تا تجزیه رو سر کلاس گفته بودم، اینو به صورت آفلاین خیلی مفصل تر از حالتی که سر کلاس من رو دیگه کلاس بودم دیگه نمیبینی دیگه، ولی هی میتونی بزنی عقب دوباره منو ببینی، حرفامو بشنوی، ادا اطفا رو ببینی، تمرینا رو دوباره حل بکنی. موفق باشید عزیزان دل. فصل سه به کل تموم شد. انشالله هفته ی آیندم سر کلاس خودمون پنجشنبه، فصل یک مقداریش که باقی مونده راجع به مجموعه ها و الگو، یه زنگ حرف میزنیم و شما برای امتحاناتتون کاملا آماده اید. موفق باشید، مواظب خودتون باشین. یا علی، خداحافظ. نهضت آشنای سه نسل.